أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تکمیل این افسانه، تصور این افسانه وحشتناک که مردم را شیعیان را ازش میترسونند و هیچ حقیقتی نداره و ایمان بهش یک بت پرستی است، ایمان به امام زمان یک بت پرستی است، کسانی که این روایت ها رو گذاشتن میگن این افسانه ها رو، کسانی که با مهدی هستن دلهاشون مثل آهنه، هیچ رعفت و رحمتی ندارن، هر کدوم از اونا قدرت 40 نفر رو دارن، از کجا خارج میشن؟ از ایران و خراسان و پرچم های سیاه دارن. اتفاقا روایت های دجال میاد که از اصفهان خارج میشه. بعضی از روایت ها اینه، وقتی که لوط به قوم خودش گفت که حضرت لوط علیه السلام، لوط پیغمبر، پیغمبر بنی اسرائیل، وقتی که این آیه لو ان لی بکم قوه او آبل الى رکن شدید، کاش که من قدرتی در مقابل شما می داشتم یا به پناهگاه محکمی پناه می بردم، میگه این حرف زده خاطر تیمون به قائم، اون رکن شدید اصحاب قائم هن، امام زمان هن، اون یک چنین اصحابی داره، چرا تو چه قائم شده؟ این خیلی نامردیه، کسی چنین اصحابی داشته باشه میره پنهان میشه، پهلوانان دنیا خیلی بهترند ازش، چه مسلمان چه کافر، حداقل علنا مبارزه میکنه در راه اهدافشون، کشته میشه در راه اهدافشون، ترسوتر از این امام زمان کسی وجود نداره، 1400 سال این همه شیعان ازش میخواد که بیا کمکت کنیم، دولت تشکیل دادن هنوز بیرون نمیاد، این معلومشه خیلی ترسوه، از این ترسوتر کسی نیست. امریکا 2 تا دولت براش ایجاد کرده، چرا نمیاد بیرون؟ دروغه، برای که دروغی بیش نیست.